قلبي ترسند. الله سبحانه وتعالى فرمود جز این نیست که مؤمنان آن کسانی هستند که چون الله را یاد کرده شود قلبشان بترسد. سوره انفال آیه 2. خوف قلب این ترس و هیبت است که نزدیک به محبت الله سبحانه وتعالی است. هرگاه بنده الله را به یاد می آورد و ذکر می کند آن ترس پیدا می شود و ترس از الله با سبب های پیدا می گردد. یکم آنی که الله را بشناسد، در قلبش بزرگی و هیبت او پیدا گردد، پس از او ترسیده تقوا پیشه می کند. در حدیث آمده است که یکی از علمای یهود نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: ای محمد، ما در تورات دیدیم که پروردگار آسمان ها را بر یک انگشت و زمین را بر یک انگشت، درختان را بر یک انگشت و آب را بر یک انگشت و خاک را بر یک انگشت و دیگر مخلوقات را بر یک انگشت قرار می دهد و می گوید: من پادشاه هستم. پیامبر صلی الله علیه و سلم از باب تصدیق سخنش چنان خندیدند که دندانهای پیششان نمایان شد. سپس این آیه را تلاوت کردند و الله را به اندازه حق شناختن او نشناختند و روز قیامت همه زمین یک جا در مشت او باشد و آسمان ها در دست راست او پیشیده شوند. پاکی او راست و از آنچه شریک او مقرر میکنند تر است. سوره زمر آیه 67. و از جمله سبب ترس قلب آن ترسیدن از آن است که آیا طاعت من به درگاه الهی قبول میگردد و یا نه. پس آنی که بزرگی پروردگارش را شناخت، خود را در نزد پروردگار هیچ دانست، پس شرم دارد که عملهایش به نزد پروردگار برداشته شود و می ترسد که قبول نگردد. رواینه عایشه رضی الله عنها از معنی این آیه از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید و آنان که آنچه باید بدهند و دلهایشان به سبب آن که آنها به سوی پروردگار خیش خواهند برگشت ترسان است. سوره مؤمنون آیه 60. گفت: آیا آنها کسانی هستند که عرق می نوشند و دزدی می کنند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: نه ای دختر صدیق، آنها کسانی هستند که روزه می دارند، نماز می خوانند و صدقه می دهند و آنها ترس از آن دارند که عملها آیا قبول می شود یا نه. پس دوام آیت را خواندند: این جماعت در کارهای خیر و نیک سعی کوشش میکنند و آنها به سوی آن سبقت کننده هستند و از جمله سببهای ترس قلب ترسیدن از عذاب پروردگار بر گناهان که دست به آن زده بود، زیرا یگان گناه نیست که آن عذاب نداشته باشد، هم در دنیا و هم در آخرت، مادامی که بنده از آن توبه نکرده. الله سبحانه و تعالی فرمود: هر کی کاری بد کند به آن جزا داده خواهد شد و برای خود به جز الله هیچ دوست و یاری دهنده نیابد. سوره نساء آیه 123. قلب شخص مؤمن هر گناه را بزرگ می داند. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه گفت: البته شخص مؤمن گناهش همچو یک شخص در زیر کوه می داند و می ترسد که در زیر آن می ماند، و شخص فاجر باشد گناه خود را به مثل پشه می داند که گویا آن به بینیش نشسته باشد و او آن را با دستش رها کند. حدیث با روایت امام بخاری. به آتش دوزخ تنها کافران داخل نمی گردند، بلکه بعضی مسلمانان گناهکار نیز با گناهشان داخل آن می گردند. آنهایی که از گناهانشان در این دنیا توبه نکرده وفات کرده بودند، الله سبحانه و تعالی آنها را در روز حساب نیز مغفرت نمی کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: در روز قیامت قوم در سوی اهل دوزخ می ایستند با گناهانی که کرده بودند، پس الله تعالی به فضل و رحمت خود آنها را به جنت داخل می کند و آنها را در جنت دوزخی ها نامیده شود.
حديث بروايه امام بخاري.